آقای عمرانی، شما بیاین یه ذره ما رو از این حدس و گمان بیشتر ببرید. این چیزی که منابع مصری و منطقه‌ای اعلام کردن، که اسرائیل اعلام کرده به چند کشور عرب، رسما اعلام کرده که قصد داره یه منطقه حائل توی بخش فلسطینی نوار غزه ایجاد کنه برای که جلوگیری کنه از حملات آتی گروه شبه نظامی حماس، چه اتفاقی قرار برای غزه بیفته به نظر شما؟ تا اونجایی که من در هر بحثی میبینم، در بحثی در وقتی سران دولت صحبت میکنن یا هر کجا که ما صحبت میکنیم با دولت مردان اسرائیل، همه سعی میکنن اصلا درباره آینده صحبت نکنن. میگن بذارید ما اول جنگ رو پیروز بشیم، اون هدفای جنگ رو به دست بیاریم، بعدا میشینیم تصمیم میگیریم، میشینیم فکر میکنیم که چه راه حلی برای اداره نوار غزه داریم. ببین، اسرائیل هیچ ترسی هم نداره نوار غزه رو اداره کنه. اسرائیل تا قبل از ورود یاسر عرفات به نوار غزه سالها نوار غزه رو اداره میکرد و هیچ مشکلاتی هم نبود و تقریبا میتونم بگم عملیات ترور خیلی خیلی کمتر بود و تلفات خیلی کمتر بود. یعنی اسرائیل میتونه اگرم بخواد میتونه تمام نوار غزه رو اداره کنه، هم از نظر داخلی، هم از نظر شهر غزه، هم از نظر امنیتی. ولی اگر پیشنهادهایی که بشه بخوان یک نواری مثل اون زمان اگه تو ماشه در جنوب لبنان، یک 40 کیلومتری بود که یک نواری بود که این نوار امنیتی بود، اگر هم بخواد یه همچین کاری رو بکنن اونم امکان پذیره، ولی من فکر نکنم یه همچین کاری رو انجام بشه، چون کمک زیادی اون صورت نمیکنه اگه اسرائیل بخواد اونجا رو اداره کنه. اگر یک دولت خودگردان هم اونجا باشه، بازم اسرائیل از نظر امنیتی من فکر نکنم که نوار غزه رو خالی کنه و مثل کرانه غربی همون یهودا و شمرون مثل اونجا از خارج از شهرها نیروهای نظامی اسرائیل باشن و داخل شهرها رو تونن بدن به دولت خودگردان، همونطور که در رام الله و در دیگر شهرهای کرانه غربی است. من تا اونجا که فکر کنم، تا اونجا که من میشنوم، کمتر در این مورد صحبت میکنن. تصمیم نهایی رو بعد از جنگ خواهد گرفت و سعی میکنن که اون موقع بشنن، موقع بهتر میتونن بدونن نتیجه جنگ چی شده، از روی نتیجه جنگ تصمیم بگیرن. اینجوری میتونم فکر کنم خیلی هم عاقلانه‌تر باشه.